به نام خدا، وقت بخیر. به این ویدیو مهم که روی صفحه کور گیم کار کنیم. صفحه کور گیم یا سین کور گیم ما تا حال هیچ کاری نکردیم، فقط یک باتون کورکتی داخل گذاشتیم. به این ویدیو میاییم استایی که داخل از این نیازه را آماده میکنیم. به تصویر ببینیم، با آخر کار باید ما همچین چیزی دیزاین کنیم. یک تایتل اسکرینی باید باشه، بکگراندی باشه، گس تکستی باشه، گس بکگراندی باشه، گس تکست دیگه اینجا باشه، سه تا باتون آیر و کورکت و لوور به اینجا باشه و یکم بکگراند اصلی باشه. هیچ چیزی که باید ما شما کار کنیم. خب حالا میایم مینیس یک چلنجر شما کار میکنیم. ببینیم، شما باید یک ادینگ ایجاد کنیم، مین بکگراند که رنگ آبی میشه ایر ایجاد کنیم، آیر باتون، لوور باتون، ساکسس باتون، دیالوگ تکست، گست بکگراند، گست بکگراند این رنگ زرد میشه و گست تکست هم این چیز میشه. متوجه باشیم اینجا من مین بکگراند این رنگ گفتم، مین بکگراند این رنگ میشه. ویدیو رو همینجا پاس کنیم بریم کار کنیم. خب من میامال کار میکنم، میریم داخل کانواس، از باتون کورکتی که اینجا داریم میتونیم اسم از این ساکسس بگذاریم، بیتره. دوپلیکیت میگیریم، اسم یکر میگذاریم آیر و اسم یکی را میگذاریم لوور. باتون ساکسس انتخاب میکنم. انکر پوینت ها میتونیم هر موقعیت خواسته باشیم انتخاب کنیم. من انکر پوینت میام به این سمت انتخاب میکنم، به اینجا باشه. هر ست از این باتون ها انکر پوینت اینا باشه این سمت. ببینیم الان هر ست که انتخاب کنیم، میبینیم که انکر پوینت به طرف راست شد. حالا میاییم باتون های را انتخاب میکنیم، W رو میزنیم از روی کیبورد یا میایم حالت موو انتخاب میکنیم و یک کم انتقال میدیم به سمت بالا. البته بهتر اینه که باتون آیر بالاتر بره و اینجی و باتون ساکسس رو انتخاب میکنیم، میاریم به وسط به یالت. میتونیم که ارسد تور خودی عمال انتخاب کنیم، ارسد تور ببریم بالا. یعنی ما میتونیم همزمان چندین ابجکت انتخاب کنیم و موقعیت اینا رو تغییر بدیم. حالا میایم تکست و رنگ داخلی رو تغییر بدیم. هر سه تا باتون انتخابه، میایم از قسمت رنگ مثلا به این رنگ سبز تبدیل میکنیم، رنگ زرد. حالا میایم داخل باتون ساکسس، کورکت تکست رو تغییر میدیم به ساکسس یا نوشته میکنیم That's it. میبینیم فونتر هم کمی خوبتر میگیریم. باتون آیر انتخاب میکنیم، به اینجا نشته میکنیم آیر و باتون لوور هم لوور بنویسیم داخل تکستیو. و همین سادگی ستا باتون ما ایجاد شد. میبینیم به داخل کانواس خو باتون ها که خلاص شد کاری رو میانید تایتل ایجاد میکنیم. میانید به قسمت UI تکست مش برو. تایتل اول باید ما انکر پوینت رو مشخص کنیم، میتونیم این بالا رو انتخاب کنیم. بعد از این انتقال دیم به بالا و این رو میتونیم کلونتر کنیم. مسافه سینه کلونتر میکنم که بیتر بتونیم روی از این کار کنیم. فرض کنیم به همین اندازه خوبه. بعد میاییم وسط میکنیم، اندازه تکستر مشخص میکنیم هر اندازه خواسته باشیم و به داخل از این میتونیم که همین عکسی که برای شما دادم ببینیم، گفته I shall attempt to read your mind، میتونیم هر تکستی بگذاریم. I shall attempt to read your mind. به داخل صفحه گیم هم میتونیم ببینیم که چی رقم معلوم میشه. اگر خود باشه، کلون باشه، هر رقم باشه میتونیم شما مشخص کنیم. اینجا میتونیم که سایز از این تغییر بدیم، موقعیت رو تغییر بدیم. کمی سایز از این همه کلونتر میکنم به یالت. بعد میریم داخل تصویری که برای شما دادم، میایم چک میکنیم که دیگه چی نیازه. یک بکگراند به اینجا نیاز داریم ما و به داخل از این بکگراند دو تا تکست و بکگراند دیگه با نیازه. اول میایم بکگراند کلون ایجاد میکنیم، میایم از قسمت یو آی یک ایمیج ایجاد میکنیم، پس صفحه سین کلون میکنم که ببینیم ای میشه ایمیج ما. ای ایمیج حالا میتونه کلون کنیم به هر اندازه خواسته باشه، میشه که کلون کنیم.
مثلا من بگم به همین اندازه باشه، میتونیم از این کلونتر کنیم، میتونیم خودتر کنیم یا هر سایزی که خود شما در نظر داریم و میتونیم بری از این ست کنیم. من میگم همین سایز بری از این ست میکنم. خب فقط این باتون ها باید بیایی روی از این بکگراند. قبل از رنگ بکگراند میتونیم مشخص کنیم که چی رنگ باشه، مثلا به این رنگ باشه. باتون ها باید بیایی روی از این، به خاطر از اینکه باتون ها بیایی روی از این باید این ایمیج که اسم میگذاریم بکگراند ایر باید انتقال کنیم به اول اکان واس. خوب ببینیم باتون ها آلی اومد رویو باتون ها خور ارسد دار انتخاب میکنی، انتقال میدیم این هم به اینجی. یاد چون باشه که تکست انتخاب نشه، باتون ها از این قسمت اگه انتخاب کنیم بیتره، انتقال میدیم این رو به سمت چپ که بیای داخل از این بیالت بیتر شد. بعد میایم دوباره تصویر رو ما میکنیم، میبینیم که دیگه چی داریم. ما به داخل از این یک تکست به اینجی داریم و یک تکست و بکگراند به اینجی داریم. این تکست اول ایجاد میکنیم، my guess is باید این تکست ایجاد کنیم. دوباره میایم UI تکست مش پرو و داخل از این نوشته میکنیم my guess is و بعد ایر کمی کلون میکنیم، میاریم به این سمت. انکر پوینت همین جایی که هست خوبه باشه، همین جایی فونت از کلونتر میکنه که دید دیشته باشه. و دیگه مثلا میتونیم این موقعیت رو بیاریم به وسط، به خاطر از اینکه کامل ای پی آی میتونه کیر کلونتر هم بگیریم. خوبه و همین اندازه خوبه. فقط موقعیت از اینکه همین دیگه هم تغییر میدم، میارم میکنم این بالا، بعد میارم به این طرف. دوباره میام اینجا حالا یک بکگراند دیگه ایجاد میکنم، ایمیج اسم از این میگذارم گس بکگراند. موقعیت رو میتونیم هر جا خواسته باشیم انتقال بدیم، مثلا همینجا خوبه. سایز رو میتونیم کلانتر بگیریم، همین اندازه خوبه. رنگ را میشه که هر رنگ خاص باشیم انتخاب کنیم، مثلا زرد میگیرم. میتونیم که از این کرونتر یا خوبتر هم بگیریم. بعد به داخل از این گس بکگراند کلیک راست میکنیم، میایم یو آی تکست مش پرو. حالا به داخل از این گس بکگراند یک تکست ایجاد شد، میتونیم که اندازه از این تکست را به اندازه بکگراند بگیریم که بیتر شه. سایز و موقعیت و رنگ را میتونیم مشخص کنیم، مثلا رنگ سفید روی زرد نمی آیه. میتونیم از قسمت کالر بیاییم رنگ از این تغییر بدیم، سرخ مایین، سیاه مایین، هر رنگی میتونیم مشخص کنیم. مثلا به سیاه انتخاب میکنم و سایز از این هم میتونیم کلونتر کنیم. داخل از این قرار عددی که حدس میزنیم بیایه. من فعلا میتونم که سیالیه بگذارم، میتونم که هر چی دیگه که شما خواسته باشیم اینجا بگذاریم. بولدم میکنیم که بهتر دیده بشه. دوباره تصویر رو ما میکنم. خب قسمی که میبینیم تایتل بشد، بکگراند بشد، ای تکست بشد، تکست و باتون خودی هم بشد، سه تا باتون هم بشد. خوبی از اینه که وقت ما ای تکست و باتون خودی هم داریم، اگر ما باتون انتقال بودم به هر جا، تکست هم خودی رو انتقال پیدا میکنه، مثل یک باتون عمل میکنه. اگر خواسته باشیم با تکست جدا انتقال دیم، میتونه تکست انتخاب کنیم که من ای کار ایجا وقت نمیکنم. به همین حالت درسته که باشه. خب این شد از صفحه پرگیم ما. ما تمام الیمنت هایی که برای بازی کردن و برای کد نویسی نیاز داشتیم و داخل از این اضافه کردیم. به این ویدیو همین اندازه بسه، تمام الیمنت ها آماده شده. به ویدیو بعدی میاییم از داخل گیم اول گسینگ گیم که به حالت کانسول بود که داخل کانسول چاپ میکرد، اسکریپت میاییم کپی میکنیم و کمی تغییرات به اسکریپت میاریم و چی رقم یاد میگیریم که او اسکریپت داخل از این پروژه هم استفاده کنیم. تشکر، موفق باشین، وقت شما خوش.